خانم شورو مکارمی، همونطور که میبینیم حمید نوری سعی میکنه در طول دفاعیاتش در واقع حقیقت رو وارونه نشون بده و به شیوه دیگه به همون صورتی که خودش بهش میگه روایتی دیگر، شما چطور میبینید این روایتی که حمید نوری سعی میکنه ارائه بده و واقعیت رو جلب میکنه؟ خب یه سوالی که اینجا مطرح هست اینه که چرا یک حوادثی که خود نظام جمهوری اسلامی به اینقدر انکارش نمی کنه، همین یعنی مثلا پور محمدی مثلا این به این شدت خود حوادث رو انکار نکرده، برای چی حمید نوری میاد اینو انکار میکنه با اینکه توی جاهای دیگه مثلا این ریکوگنایز شده، قبول به یه طوری خود حوادث قبول شده؟ آخه این انکاری که روایت انکاری که حمید نوری جلوی دادگاه الان معرفی میکنه در واقع تقریبا به طور یه مدل گفتارهای لایه‌های مختلف یه گفتار انکاره که مثلا جامعه شناسایی چنین استانلی کوهن مثلا روش کار کردن و مثلا نشون دادن توی کیس مثلا اسرائیل یا توی کیس خب نازی‌ها و اینا چجوری انکار، روایت انکار چه لایه‌هایی داره. خب اول بگیم که این حوادث اصلا پیش نیومده، اگرم پیش اومده تعداد جانباخت‌ها، تعداد قربانی‌ها کمتر از این بودن. اصلا جای قربانی و قاتل رو عوض بکنیم، ما قاتل نبودیم، قربانی بودیم و برعکس. یعنی در واقع این تمام این مرحله ها رو روایت حمید نوری داره بهمون نشون میده که لایه های یک انکار چی هست، تا حدی که مثلا میگه خب تو این من تو این زندان نبودم، تو این زندان کار نمیکردم، اصلا اون موقع هم کار نمیکردم، اصلا اون چنان شخصی هم نیستم و این حوادث اصلا پیش نیومد، اگرم پیش اومد مثلا اعدامی خیلی کمتر بودن. یعنی اینجوری در واقع استاد مختلف یه آرگومنته که این باز میکنه و خودش هم اختراع نکرد، یعنی آرگومنت خیلی معمولیه یه گفتار انکاره. خب ما میبینیم نه تنها شما هم اشاره کردید، دیگر سران جمهوری اسلامی اعدام ها رو انکار نکردن و مستندات و شواهد زیادی وجود داره، اما خب یکی دیگه از برخوردهایی که از حمید نوری در دادگاه بسیار تعجب برانگیز است نحوه برخوردش با قربانیان و خانواده های اونهاست که مدام سعی میکنه با در واقع توهین بکنه، بی احترامی بکنه به اونها، کما اینکه دیدیم قاضی هم چندین بار بهشون در روزهای گذشته تذکر داد نسبت به این موضوع. شما وقتی که همچین برخوردهایی رو میبینید به عنوان کسی که از اعضای خانواده شما جزء اعدام شده ها بودن، چه احساسی دارید؟ خب به نظرم میاد که من مثلا این سه تا پروسه، سه تا روند متفاوت اینجا میبینم. اولا که با خود جانباختگان که مثلا امروز میگفت که این اصلا چی میگفت، هیچ وجود خارجی ندارن، اصلا وجود ندارن اینا، این خب برمیگرده به تمام سیستمی که ساخته شده، تمام سیستم پنهان کردن، پوشیدن جنایت چیه؟ اینه که کسانی رو که کشتن توی دهه 60 به در واقع اصلا وجودشون هم زیر سوال ببرن، که مثل این که اینا اصلا وجود نداشتن و توی این جامعه هیچ وقت نبودن. یعنی این هدف اولیه در واقع زندان و کشتاره، که اصلا وجود تمام کسانی که مخالف این نظام که بعد از انقلاب ساخته شد تمام اینا رو حذف بکنن و اون هنوز توی این گفتار حذفه و در واقع درست کاری میکنه که خب شما باید شما به ما به یک نظام دولتی توضیح بدین یا پرو بکنین، یعنی نشون بدیم که اینا وجود داشتن و اینا نشون بدیم با گواهینامه ها و مدرک های رسمی که خود ما داریم تولید میکنیم. یعنی در واقع توی این دایره چیز دولتی افتادیم که وقتی یکی رو حذف میکنی خب نمیتونی هیچ مدرکی خودت تو تولید بکنی که نشون بدی این طرف وجود داشت. پس ما نمیتونیم از مدرک های خود جمهوری اسلامی استفاده بکنیم که نشون بدیم که اینا وجود داشتن، برای که هدف این نظام حذفشون بود. این چیز اول.
در واقع سطح اولی است. یه سطح دیگه هم هست که خب همون توهین به خانواده ها که برای من به یه سیاست کرولتی، یعنی چجوری مثلا واقعا نمک پاشیدن روی زخم ها. اون موقع این آقای نوری این کار میکرد توی زندان، الان هم بلد این کار میکنه. وقتی که میگه که خانواده ها که میمدن توی زندان، من برای هر کدومشون مثلا برند میشدم. یه وقتی که میگه که خانواده ها توی گواهینامه فوت فرزندانشون اعدام نوشته نشده برای که خودشون نخواستن که ما اینو بنویسیم. خب این مثلا دیتیلایی هست که شاید خود قاضیا و دادستانیا سوئدی متوجه نشن، ولی خب خانواده ها میدونن که این به سمت اونا این حرفا گفته میشه و برای یه کمی سمپاشی بیشتر و یه جور همون politics of cruelty. و یه سطح دیگه هم هست که تمام اصرار روی واژه ها و این خب با واژه منافقین مجاهدین این کارو خیلی زیاد کرد آقای نوری. و چیزی که برای من خیلی جالب تر بود همون رجای شهر، زندان گوهردشت، که سعی میکرد که این واژه ها رو عوض بکنه و توی دادگاه اینو واقعا بیاره که این زندان رو نباید بهش گفت گوهردشت ولی رجای شهر. تا موقعی که دیروز دادستان مثلا گفت زندانی که من بهش میگم گوهردشت، شما بهش میگید رجای شهر، که وقتی که این جمله رو گفت دیدیم که چقدر همین نوری خوشحال شد و واقعا ذوق کرد برای که تونه موفق شد که این واژه رو توی فضای، یعنی در واقع یک جنگ واژه‌ای توی فضای دادگاه ایجاد بکنه. که به نظر من این از خودش نمیاد، این یک سری دستورایی که بهش، برای که این پابلیک ریلیشنه، این در واقع یک سیاسته که از قبل مثلا فکر شده، برنامه ریزی شده و لابد مثلا از جاهای دیگه هم یه دستوری بهش میاد. یعنی اینو در واقع نمیتونه خودش بیاد بشینه این فکر رو بکنه. به نظر من باید مثلا خیلی کنجکاو بودم بفهمم که طبق چه ارتباطایی این اطلاعات رو میگیره و اینا رو اجرا میکنه که بتونه این جنگ واژه‌ای که یه جنگ مثلا پروپاگاند جمهوری اسلامی هست و توی فضای این دادگاه وارد بکنه. خیلی از شما سپاسگزارم خانم مکارم.